نبود میدان هوایی در ولایت کندز از چالش جدی سد راه باشندگان این ولایت است. به باور باشندگان کندز، از راه زمین سفر به ولایت همجوار و کابل دشوار است و بیش از یک سال می شود که کار ساخت میدان هوایی پایان یافته، اما پروازها هنوز هم متوقف است. شخص جناب والی سیب یک سال قبل بر مردم وعده سپرده بودند که پروازهای ملکی هم قریب آغاز میشه، کارش ترمینالش ختم است. اما انجینیر سیبی که نامش فراموشم شد، از ما قسمت مواد خریداری میکرد، یعنی کاملا خلاص شد. ما امیدوار به این هستیم که کمربندهای امنیتی دولت وسیع تر شود که تایی تیارا بتانه که آزادانه نشست بکنن، آزادانه پرواز بکنن، رفت آمد بکنن. شماری از اعضای شورای ولایتی مقام‌های امنیتی را به بی‌توجهی متهم می‌کنند و می‌گویند به دلیل تهدیدهای امنیتی و حضور طالبان در نزدیکی میدان پروازها آغاز نمی‌شود. نتانستند که به شکل درستش اطمینان بخش بسازند که تایی که به حساب تیارا یا هواپیماها به شکل خوبش نشست و به حساب برخواست خود کرده بتانند. از این ناحیه هم سخت رنج میبریم و این خودش یک تأثیر منفی برای این ولایتی که کندز از زون است داره، که میدانی بسیار خوب داره، امکانات خوب در این میدان هست، حتی دیگه یک کندک بالای سرحدی در اون میدان توظیف است. مسئولان محلی کندز میگویند تمامی نیازمندی این میدان رفع شده و در حال ایجاد پوسته ها برای تامین امنیت هواپیماها اند. آنان اطمینان میدهند که به‌زودی پروازهای داخلی و خارجی از این میدان آغاز می شود. ان شاء الله رحمان پنیدی وقت که با موږ تاسو د دې شاهد و اوسو چې دا ګټه اخیستنه اوس پیل شي او ملکي الوتنې یعنی ملکي پروازونه پیل شي. پخوا څه امنیتي ستونزې وې، اوس هغه ستونزې پای ته رسېدلې دي، هلته پوستې ایجاد شوې دي. تمام تجهیزات هم موجود است، کارمندای تخنیکي مو هم د ترافیکي کوه موجود است و د ځینو شواشناسي حساب سیستم مجهز اتوماتیک داریم و مسئولان میدان هوایی کندز میگویند این میدان در 18000 جریب زمین و با امتداد 2500 متر خط پرواز ساخته شده که در صورت تامین امنیت نیازمندی باشندگان این ولایت مرفوع می شود.